به دقت گوش کن، انگار چیزی بر زمین افتاد. سکوت شب شکست شد، از همه عالم تنین افتاد. گمانم این صدای بر زمین افتادن بت‌هاست. یکی الله اکبر گفت و اینک در جهان غوغاست. خدایا کیست که بت‌های جهان را واژگون کرده؟ شکوه چیست تاج سروران را سرنگون کرده؟ خبر آمد که در ایران ترک برداشت ایوانی، سراسیمه پرید از خواب شاهنشاه ساسانی. خدا تعریف دیگر یافت، این هم یک خوش آمد بود. چنین تغییر در دنیا فقط کار محمد بود. نبی آمد ولی افسوس قدرش را ندانست. نه قدرش را به جز زهرا و جز مولا. علی در یاری تنهایی احمد مصمم ماند. ولی الله اعظم با رسول الله اکرم ماند. خیالش باز شعری بر لبم بی اختیار آورد، که اوصاف علی طبع مرا این گونه بار آورد. کلاف شعر دارم، سالها کارم غزل بافی است. در این بازار آشفته علی تحسین کند کافی کافی. من از شوقش زمین خوردم ولی مولا بلندم کرد. همیشه یا علی گفتم، علی از جا بلندم. سر و سر مرا با او کسی جز او نمی داند. علی نادیده می بیند، علی ننوشته می خواهد. چه بهتر از همین اول بگویم حرف آخر را. کسی از ابتدا تا انتها کسی نشناخت حیدر را به غیر از مصطفی. وقتی گره زد دست خود را سخت در دست خدا. وقتی به چشم حاجیان شور تماشا می رسید آن روز. کنار برکه دریا به دریا می رسید آن روز. نفسها حبس شد، در سینه ها خوف و رجا افتاد. بدون همهمه زنگ شترها از صدا افتاد. نبی فرمود بسم الله ای ارض و سما بشنو. گواهی باش ای تاریخ، پیغام مرا بشنو. دوباره صحبت از اسرار خلقت می کنم آری، ولی این مرتبه اتمام حجت می کنم آری. نماند زحمت پیغمبران بیهوده ای مردم. ریاضت دیدم از خاک با جادوگری زر ساخت. هنر او داشت که از خاک پای خود عباطر ساخت. برایش فتح خیبر بر مثل تفریحی در اوقات است. دل مسکین به دست آوردنش فتح الفتوحات.